سلام به دوستان عزیز، میخواییم یه چند کلمه در مورد لیگ انگلیس صحبت کنیم. به اسم کوچیک صدات بکنم؟ حتما. متشکرم. شما منو به اسم کوچیک صدا میکنی؟ بی تردید. متشکرم. حالتون چطوره؟ زیر متوسط. چرا؟ حالا بگذاریم. خوبم. پس سلام. پیش شما این فضای بسیار مثبت پر از انرژی خوب، رنگ فوق‌العاده‌ای که اینجا هست و هوای بیرون بارونی، بنابراین حتما حالا بهتر شده. خب خوبه. آقای صدر عزیز، وقتی از فوتبال حرف میزنیم از چه حرف میزنیم؟ تصور میکنم از زندگی. برابرگونی که در فوتبال وجود داره فوق‌العاده است. آدم‌ها برابرن توش. این خیلی دلشی. من حرکت دستات، من عاشق حرکت دستاتو هستم که همیشه انرژی و شور رو به همه منتقل میکنه. حمید صدر در سه تا خصلت راجع به خودش بخواد بگه چی هست؟ من همیشه اول انتقاد میکنم. خب فکر کنم خیلی آدم خودخواهی هستم. خب من اعتراف میکنم که ادو در نمیارم. آره من باورم که برای مادر و پدرم بچه فرزند خوبی چندان نبودم، برای همسرم همسر خوبی و برای دخترم پدر خوبی. من خیلی اهل سفرم و میخوام ببینم نقاط مختلف دنیا رو، خصوصا با خصوصیات فرهنگی، معماری، شهرسازی، غذا، آب و هوا و و و اینو آشنا بشم. آشپزی چطوره؟ خیلی خوب. مثلا آشپزی رو دوست دارم. آرت، آرت طب زندگی، تاریخ تمدن با پارچه بودن. اون کتاب باز نمیتونم. اگه بهتون بگن کتاب باز ناراحت میشه. نه نه بشه، ولی واقعا تلاش میکنم خودم رو تا حدی به روز نگردارم. میخواین در مورد کتابی که ترجمه کردن حرف بزنیم؟ ببینیم، من میگم شکسته نفسی میکنن، الکی نمیگم، این همین کتاب ترجمه میگه. نه در فوتبالی تو دیگه مردم و همین در کنار هم بودن و حتی توی شکست هایی که خوردیم، تو گریه هایی که داشتیم با شکست، تو اونم یه جور با هم بودن وجود داره. یعنی تو شادی ها در کنار همین و هم تو شکست ها، تو گریه کردن. اونجا آدم شادی هستی؟ راضی هستی؟ خیلی خیلی سوال سختی. آخه نمیخوام ناشکری بکنم. خب نه بگو. که ببین، من الان به این سن که رسیدم فکر کنم من تو خانواده پدری خب خیلی سرطان بیماری شایعی بوده. خود پدر من مثلا 60 سال بود، 60 سالی فوت کرد. یا مثلا پسر عمو دخترعمویی داشتم به 30 سال نرسیدم. من اصلا فکر کنم تو همین الان خیلی خیلی بیش از سهمم از این دنیا گرفتم. من فکر کنم اگر عدالت تو دنیا باور کن، فکر کنم اگه تو دنیا عدالت بود، اگه همه چی درست پخش می‌شد از نظر عمر و عناصری که بهت بدن، من بعد 30 سال پیش از بین می‌رفتم. شاید مثلا به من این چاقو می‌رسید، همین یه دونه. به هر حال من این فرصتی که پیش اومد تا به این سن برسم، مثلا رشته‌های تحصیلی که دوست داشتم برم تحصیل بکنم، بعد فرصت پیش بیاد که تو تحقیق بکنی، بعد بتونی با مردم ارتباط برقرار بکنی، این برای همه پیش نمیاد. میدونی بی تردید هزاران هزار آدم داناتر، با استعدادتر، خوش قریحتر از فرد بی‌بضاعتی مثل من بوده، ولی فرصت برش. ما بارها به این جمله اشاره کردیم که فوتبال مثل زندگی. آره زندگی بیشتر غم زیاده پژمان جان، تعداد غمش خیلی بیشتر از شادیش. زندگی هم شکست و جداییه. اتفاقا خوبه که یک جوان یا نوجوان احتمالا در اون گروه سنی میگی بفهمن آره جدایی هست و یکی میاد قلبتو میشکنه، کسی که از ته دل دوستش داری. این واقعیت خود زندگی. حمید رضا صدر، اسم فیلم یا کتاب بگین دیگه. نه واقعا نمیدونم، در مورد خودم فقط... یه اسم فیلم، یه اسم کتاب، یه شوخی با خودتون بکنید. نه راستش من خودمو همیشه یک آماتور همیشگی، من خودمو در همین حوزه‌ای که گفتین، همین کتاب، من واقعا آماتوری کتاب نوشتم. همه آنچه که انجام دادم به عنوان یک شیفته یک عاشق بوده. خودمو بدون هیچ ادا و عطفاری خودمو حرفه‌ای نمی‌دونم.
اینو تصدیق کردم از فیلم میگم پروفشنال. ای کاش اینطوری بود. امیدوارم به نام مرگ. ببین بودی الان. ببین مشو کوتاست. جمله اولش اینه. میگه مهم نیست مرگ کی و کجا به سراغ من میآید. مهم این است وقتی میآید من اونجا نباشم. ممنون گوش دادید به حرفام و میتونم بگم از ته دل خیلی دوستتون دارم و در این ابراز عشق ذره‌ای دروغ جاری نیست.